رادیو قبرس تقدیم می کند هنر رندانه به چپ گرفتن اثری از مارک منسن و ترجمه ارشاد نیکا با صدای سعید جسمی تهیه شده در استودیوی رادیو قبرس لذت قربانی بودن باور اشتباه مسئولیت به مردم این اجازه رو میده که مسئولیت حل مشکلاتشون رو به گردن دیگران بندازن اینکه مسئولیت رو از سر خودت باز کنی بهت یک نوع سرخوشی موقتی و حس حق به جانبی میده متاسفانه یکی از اثرات جانبی اینترنت و رسانه های اجتماعی اینه که این روزها انداختن بار مسئولیت روی شانه آدم ها و یا گروه های دیگه آسون تر از هر زمانی شده. در واقع این بازی تقصیر این هاست و شرم بر آنها باد خیلی پرطرفدار شده. حتی در بعضی جوامع اینترنتی به عنوان رفتاری باحال شناخته میشه. منتشر کردن ناعدالتی ها در فضای عمومی بیشتر از هر نوع رویداد دیگری در رسانه های اجتماعی باعث تهیج عاطفی آدمها و جلب توجهشون میشه و برای کسانی که همیشه حس میکنن قربانی هستند پاداش هایی مثل حجم قابل توجهی از توجه و همدردی رو به ارمغان میاره لذت قربانی بودن رو میشه این روزها هم در جناه راست دید و هم در جناه چپ هم بین فقرا و هم بین پولدارها در واقع شاید این برای اولین بار در تاریخ بشر باشه که همزمان همه گروه های جامعه احساس می کنن که یه جورایی به طرزی ناعادلانه قربانی هستند و همشون سرمست سرخوشی های از جنس براشفتگی شدند این روزها هر تقیب توقی بخوره یکی هست که بهش بر میخوره. حالا میتونه به خاطر تدریس کتاب آینه همسرداری به جای تنظیم خانواده در دانشگاه باشه یا ممنوع شدن درخت کریسمس در بازار میوه و تربار محلی و یا افزایش نیم درصدی مالیات بر صندوقهای سرمایه گذاری. و حس میکنه که یه جورایی بهش ظلم شده و استحقاق این رو داره که براشفته بشه و مقدار مشخصی توجه دریافت کنه. محیط رسانه ای امروز اینجور واکنش ها رو تشویق میکنه بهش دامن میزنه و اون رو در جریده عالم تا ابد ثبت میکنه چون برای رونق کسب و کارشون خوبه نویسنده و مفسر رسانه ای رایان هالیدی به این قضیه میگه پرن براشفتگی یعنی رسانه ها به جای اینکه خبرها و گزارش های مربوط به داستانهای واقعی و مشکلات جدی رو منعکس کنند براشون خیلی آسونتر و البته پرسودتره که یک قضیه یک کمی تا قسمتی رنجش آور رو پیدا کنند اون رو به سمع و نظر جامعه وسیعی از مخاطبها برسونند ایجاد براشفتگی کنند و بعدش این براشفتگی رو دوباره به سمع و نظر مخاطباشون برسونند به طوری که حتی طیف دیگه ای از جامعه رو هم کنند و این باعث میشه یک مست چرت و پرت بین دو طرف خیالی دو حریف فرضی رد و بدل بشه و در زم حواس همه رو از مشکلات واقعی پرت کنه جای تعجب نیست که بیشتر از همیشه از لحاظ سیاسی دو قطبی شدیم بزرگترین مشکل لذت ناشی از حس قربانی بودن اینه که توجه به قربانیان واقعی رو میدزده مثل قصه چوپان دروغگو میشه هرچه آدمهای بیشتری سر چیزهای کوچیک خودشون رو قربانی بدونند تشخیص دادن قربانی های واقعی سختتر میشه آدمها به این حس که همیشه رنجونده بشن عادت میکنن چون این قضیه بهشون یک نوع سرخوشی میده حق به جان بودن و از لحاظ اخلاقی ارجهیت داشتند حال میده کاریکاتوریست سیاسی تیم کریدر یک بار توی نیویورک تایمز این قضیه رو اینجوری بیان کرد براشفتگی مثل خیلی چیزهای دیگه است که حس خوبی میده ولی ما رو از درون میخوره و حتی خبیستر و موزیتر از بسیاری رزیلتهای های دیگه است چون حتی ما آگاهانه اعتراف نمیکنیم که از جنس لذته ولی بخشی از زندگی در دموکراسی و جامعه آزاد اینه که هممون مجبوریم با عقاید و آدمهایی که لزوما دوستشون نداریم کنار بیاییم. این بهاییه که برای این سیستم پرداخت میکنیم شاید حتی با خودت بگی که خب هدف از دموکراسی همینه ولی به نظر میاد روز به روز آدمهای بیشتری دارن این رو فراموش میکنند باید مبارزه هامون رو با دقت انتخاب کنیم و همزمان سعی کنیم با به اصطلاح دشمنمون همدلی کنیم باید با دوز سالمی از دیرباوری بریم سراغ رسانه ها و اخبار و سعی نکنیم کسانی که با همون مخالفت میکنن رو با یک فرچه کت و کلوفت همرنگ خودمون کنیم باید ارزشهایی مثل صداقت، ترویج شفافیت و داشتن آغوشی باز برای تردید رو در اولویت قرار بدیم. برخلاف ارزش مثل حق به جانب بودند، حال خوب داشتن و انتقام گرفتند. در بهبهه دنیای شبکه بندی شده پر سر و صدای امروز، حفظ کردن این ارزش های دموکراتیک سختتر شده. باید مسئولیت پذیر باشیم و به هر حال اونها رو در خودمون پرورش بدیم خیلی ها ممکنه همه این حرف ها رو بشنون و بعدش بگن خب باشه اوکی ولی چطوری من متوجه شدم که ارزش هام خیلی تخمی هستند و برای همه مشکلاتم از زیر مسئولیت در میرم اینکه من یک عوضی خود هستم و فکر می کنم دنیا باید حول من و تجربه های ناخوشایندم بگرده ولی چطوری این قضیه رو تغییر بدم؟ و من در جواب به یودا ارجاعتون میدم یودا از کارکترهای جنگ ستارگان که همیشه میگفت یا انجامش بده یا نده چطور نداریم شما همین الان هم و در هر لحظه از روز دارید انتخاب میکنید که به چی اهمیت بدید و چی رو به چپتون بگیرید میخوام بگم که تغییر همینقدر ساده است به سادگی انتخاب کردن یه چیز دیگه که براتون مهم باشه واقعا همینقدر ساده و سرراسته ولی اونقدر هم آسون نیست آسون نیست چون اوایل مسیر قرار حس کنی که یک بازنده هستی یک شارلاتان یک عوضی احمق قرار کلی مسترب بشی احتمالا حمله عصبی هم به دست بده ممکنه تو این فرایند از دست همسر یا بچه هات کلت خراب بشه اینها همه اثرات جانبی تغییر دادن ارزش هاته تغییر دادن چیزهایی که به چپت میگیری و نمیگیری ولی خب اجتناب ناپذیرند ساده است ولی واقعا سخته بیایید به چند تا از این اثرات جانبی نگاهی بندازیم ببین قرار پر از حس تردید و سریشتگی بشی این رو تضمین میکنم آیا باید بیخیال این بشم؟ کار درست همینه؟ رها کردن ارزشی که سالها بهش متکی بودی کار راحتی نیست و تو رو سردرگم میکنه یه جوری که نتونی خوب و بد رو از هم تشخیص بدی این قسمت سخت ماجراست ولی طبیعیه بعدش حس میکنی یک شکست خورده ای چون به هر حال نصف عمرتو بر اساس یک ارزش جلو بردی و الان که میخوای اولویت هات رو تغییر بدی و مثل قبل رفتار نکنی دیگه نمیتونی اون معیار قدیمی که همیشه بهش اعتماد داشتی رو برآورده کنی و در نتیجه فورا حس میکنی یک متقلب به بیهویت هستی این هم طبیعیه و البته کمی هم آزاردهنده و قطعا بارها پس زده خواهی شد ولی پوستت کلوفت میشه خیلی از رابطه های زندگیت حول ارزش هایی که نگه داشته بودی ساخته شده بودند پس لحظه ای که اون ارزش‌ها ها رو تغییر میدی لحظه ای که انتخاب میکنی درس خوندن از پارتی کردن مهمتره که ازدواج و تشکیل خانواده از سیکس های بی بار مهمتره که مشغول بودن به کاری که بهش ایمان داری از پول مهمتره تغییر مسیرت رو روی همه رابطه هات منعکس میشه و خیلی هاشون توی صورتت منفجر میشن این هم طبیعیه و البته این هم آزاردهنده است اینها اثرات جانبی ضروری ولی دردناک این تصمیمه که جای دیگهی برای خورد کردن ترهات رو انتخاب کنی جایی که مهمتر و ارزش انرژی شما رو داشته باشه وقتی که دارید ارزش هاتون رو از نو ارزیابی می در این مسیر با مقاومت های بیرونی و درونی فراوانی مواجه میشید بیشتر از هر چیزی حس تردید و سرگشتگی میاد سراغتون و با خودتون میگید نکنه کاری که دارم میکنم اشتباهه ولی همونطور که در ادامه بحثمون خواهید شنید این حس بسیار بسیار خوب